با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای سعید بهبهانی، این هفته من هفته گذشته یک گرفتاری کوچک وجود داشت، گرفتاری که نبود، البته دعوتی بود در یونسکو راجع به شاعر نامدار نسیمی که بعضی ها در اون زمان چپ اون رو با چگوارا مقایسه میکردم، ولی به هر حال ضمن اینکه عارف بزرگی است و دو دیوانش در دست، دیوان جوانیش هم با حافظ معاصر بوده، دیوان فارسیش به اندازه دیوان حافظ و دیوان ترکیش تقریبا سه برابر دیوان حافظ، و بگم آغازگر شاعر بزرگ ترکی آذربایجانی است که دیوان داره. قبل از اون شعرهایی بودن، غزلهایی چیزهایی باقی موندن، ایشون دیوان داره و دیوان عربیش هم از بین رفته. من این خاطره اینو خیلی کوتاه به یکی از عمرای بزرگ ارتش سابق که انسان بسیار شریفی بود گفتم، وقتی اینجاشو گفتم که کسی رو میگیرن در حلب میخواستن بکشن، آخوند میگه که اگر کسی بگه که این شعرهای عربیه از کیه، و ایشون نمیگه، ما از مرگش میگذریم. نسیمی میره جلو و میگه که این شعرها از منه و آخوند دستور میده پوستشو بکنن. و اینو که گفتم، اون امیر که با مرگ به عنوان نظامی دست به اصطلاح پنجه نرم کرده بود، برگشت گفتش که خجل شد چو پهنای دریا بدید. انسان اینجور انسانهای والایی رو که میبینه از خودش خجالت میکشه. به هر حال برای اون بود، دیوان عربیش گم شده، ولی تضمینها و اشعار تک‌بیت‌های عربی که وجود داره نشون میده که در عربی هم خیلی مسلط بوده. بله، به هر حال بگذاریم، به انسان خدایی میکشه کارش، البته حروفیه است که به نحله در تصوف بیان خواهم کرده در دنیای اسلام، این طیف به نحله به اصطلاح خراباتیان و کافران نزدیکن. انسان رو خدا میبینه، گویی که به غیر ما کسی هست، از خیشتن این حدیث مطرح، غیر از ما هیچ کس نیست. بل به هر حال بگذاریم، حدیث شرک و دوبینی فرو هلی احول، یعنی اون که دوتا میبینی یکی رو، که یک حقیقت و ماهیت است روح و بدن. و بگذاریم و به حافظم میگه که الا ای حافظ قرآن، تو این هفت آیت از بر کن. چرا میری چهارده نوع قرآن رو حفظ میکنی؟ این هفت آیت انسان رو که دریچه خداگاهی میدونستن، یعنی دوتا چشم و دوتا گوش و دوتا بینی و در واقع دیدن و شنیدن و بویایی و چشایی. بگذاریم و به هر حال با عذر از عزیزان که نتونستن. بله، خبرهای زیادی هست، از جمله داستان عربستان رو، قرارداد بزرگ اصطلاح نظامی با عربستان رو همه میدونیم. و جالب اینه که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که با آقای ترامپ رفته بود به عربستان، از رقیب سرسخت عربستان به ایران اشاره داشت. ایشون گفتش که در جریان به اصطلاح سفر ترامپ که بوده، گفتش که بستن قرارداد فروش اسلحه به عربستان پیامی برای رقیب سرسخت عربستان یعنی ایران است. و میدونیم رقم 380 تا برای 10 سال و 110 میلیارد دلار، 380 میلیارد دلار برای 10 سال و 110 میلیارد دلار برای همین امسال اسلحه تحویل میشه. این به قدری چیز بود که حتی وزیر انرژی اسرائیل هم یک شنبه گفتش که امریکا بایستی در قرارداد تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری با عربستان با
رژیم به اصطلاح اسرائیل هم هماهنگ میکرد. جمهوری اسلامی هم به همیشه سبکم اینه که هر دو طرف و طرف بی‌غرض رو باید گفت دیگه. جمهوری اسلامی هم گفتش که وزیر خارجه عربستان همچنین از ایران خواست به نقض حقوق بشر پایان دهد. این در حالی است که در عربستان جمهوری اسلامی می‌نویسه یکی از کشورهایی است که بنا به گزارش‌های نهادهای رسمی به خصوص در مورد زنان مرتکب نقض مستمر حقوق بشر شده است. بله این درست میگن. البته در مسئله رانندگی در عربستان و ارث و غیره که مثل تمام کشورهای اسلامی درسته، اما واقعیت اینه که عربستان نسبت به ایران بهتره. چرا؟ میدید که زن آقای ترامپ بی حجاب در اون سالون ها میگشت. بله و حتی من خودم هم اجباری برای اینکه جز در مکه و مدینه زنها حجاب داشته باشن در شهرهای دیگه نمیدونم جده و ریاض و اینا وجود نداره. ولی در ضمن واقعیت اینه که من وقتی این صحنه خانم ترامپ رو دیدم یاد رژه حقارت‌آمیز و رسوای وزرا و مثلا مسئولین سوئد افتادم که از جلو روحانی با مثلا روسری رژه می رفتند که هم نشانه رسوایی رژیم آخوندی بود و هم نشانه حقارت خودشون. به هر حال همه رژیم های دینی ضد آزادی، ضد برابری، ضد انسانیتن در قرن بیستم و ضد علم عملا، مگر علمی که در خدمتشون باشه. محسن رضایی هم در واکنش به انعقاد قرارداد فروش سلاح میان آمریکا و عربستان در حساب توییتر خود نوشت فروش 110 میلیارد دلار سلاح آمریکایی به عربستان جز آتش افروزی در منطقه با پول مسلمانان علیه خودشان نیست. حرف درستیه. یادش رفته ایشون البته از ایران ثروتمند و فقیر و فلاکت زده آخوندی که با خریدن جنگ افزارها و صدور آنها به صورت قاهم مجانی و با پول به گروه های تروریست به نام صدور انقلاب و نیز بودجه اتمی زمان احمدی نژاد که ایران 800 میلیارد دلار درآمد داشت که از آغاز تا احمدی نژاد اونقدر نبود، همه رو برای چیزایی گرفتن که بالاخره بتون ریخته شد توسط حسن روحانی به نام برجام و در واقع جام برجام میگن و خامنه‌ای، و این همه تلف شد و مردم ایران در فلاکت موندن به قول معروف دیک به دیک میگه روسیا. اگر سیاستمداران آینده بین و انسان دوست به خصوص در کشورهای بزرگ غربی بر جهان حکومت میکردن و بر اقتصاد جهان که نمی کنن، به جای کاشتن بذر جنگ های آینده با فروش تسلیحات و هیزم ریختن به کوره و تنور سوزان خاورمیانه، بخشی از این پول را صرف آموزش و رفاه و اشتغال هم در اون کشورها و هم در کشور خود میکردن تا آنها مشتری کالاهای انسانی کشورشون شوند نه ضد انسانیش. بگذاریم. میدونیم که سلیمان عبیدی یه داعشی 22 ساله که مسئول بمبگذاری منچستر بود، 22 ساله که البته اونم باز افاضه‌ای فرمودن در جمهوری اسلامی که این در واقع انتقام فلان الی آخر، واقعا گاف های عجیب. و میدونیم که فقط کوتاه سرطان پروستات در ایران در دو دهه گذشته سه برابر شده به گفته معاون بهداری. حسن روحانی این جنایتکار هیلگر هم که یکی از پنج منتخب شورای نگهبان رژیم بود، مردم که انتخاب نکرده بود، بنا به انتظار باز از مردم ایران رأی گرفت و رژیم
آن را همچون حمایت ملی جلوه داد. مبارک بود باشه. و جار کشید. رژیم با آگاهی بد، یعنی حسن روحانی را در برابر بدتر، یعنی لولو خورخوره ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست جمهوری نشان و طوری نمایش ترتیب داده شد که مردم رای دهنده متوهم شوند که دارن علیه منتخب رهبر رای می دهند. اگر رئیسی رئیس جمهور می شد چه کار می کرد به عنوان رئیس جمهور؟ الان که راحت تر می کشه. قوه قضاییه به رهبری صادق لاریجانی دزد شماره یک امسال رژیم و ایادیش از ریاست جمهوری حسن خان روحانی بالاترین لیست کشتار را در این چند سال داشتن، غیر از 67. و رئیس جمهور همچون یک تدارکاتچی، به قول محمد خاتمی تدارکاتچی رهبر، ژست های انسانی و اقتصادی و سیاسی میگیرد. رئیسی هم میومد این همون میشد. به هر حال نشانه شعور بالای جامعه ماست در سنجش مسائلی که تفکیک قوا در اون مملکت وجود نداره، همه به رهبر ختم میشه. و شریعت مداری هم برای همین میگفتش که آذربایجانی ها سه روز شعار دادن که اصل ده قانون اساسی ضد بشره، اگه از بین نره ما به قانون اساسی رأی نمیدیم. بله، ادعی دهنکجی مردم به خامنه‌ای قلم داد کردن، گفتم ادعی هم پیروزی ملت ایران بر ولایت فقیه. یعنی آذربایجانی یه مثل دارم میگه که خیال پلوه، روغنش هم یه ذره زیاد کن. بله، انتخابات شورای شهر نیز برنده اصلی تنها رژیم ولایت فقیه، ولی خب اونجا نذاشتن ایادی به اصطلاح اصلاح طلبان بعد در مقابل بدتر، مردم گاهن ناچارن. به هر حال این آماری که داده شده از 23,594,616 رای حسن روحانی بوده، 50% و 71% یعنی بیش از 50%. و البته آمارهای دیگری در خبرگزاری مر 57 کرده، سهام نیوز 60% کرده، وکیل ملت 61% کرده، باز همون خیال پلو. به هر حال بین این رئیس جمهورها بنی صد با 10,075%، رجایی خمینی گفته بود باید از اون بالاتر باشه، 12,090,000 مبارک. بله، خامنه ای در دور اولش 15,095,000، در دور دوم ریاست جمهوری 12,085,000، رفسنجانی با 15,094,000 در دور اولش، در دور دوم 10,063,000 چون مبغوض رهبر شده دیگه یه کمی، در دوره هفتم خاتمی بعد در دوره هفتم خاتمی 20,069,000 جمعیت زیاد شده، در دوره دوم خاتمی این با وجود اینکه گریه هم کرد اومد کاری هم نداشت 21,077,000 مبارکه، شعور ملیه. بله، احمدی نژاد هم دور اول 5,000,000 و در دور دوم 17,000,000 با 63%، در دور دوم 24,000,000 با 64% و الان هم که 51% آورد. بر این اساس میان 7 رئیس جمهور منتخب گذشته در تنسیم می نویسه 11 دوره ریاست جمهوری، خامنه ای با 95% آرا شرکت کننده در انتخابات، بیشترین میزان آرا را در دور سوم کسب کرد و حسن روحانی رئیس جمهور 11 نیز با کسب 50.71% آرا با کمترین درصد به ریاست جمهوری رسید. نیم از این دیگه بقیهش اصلا زایده، فقط نکته‌ای بود. عزیزان
که به میهن تیوی گوش کردن، اینا رو به انهای مختلف بیان شده و دستشون درد نکن. در مورد انتخابات ایران جمله‌ای خواندم که تقدیم بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن میکنه. مردم ایران دیگر گرسنه نیستند. آنها روزی چند وعده گول میخورند. بله. بیش از 3 وعده. و شخص آگاهی گفت در کنار گروه مرگ که نام 4 نفرشان نیری، حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی که وزیر خواهد موند، برای وزیر دادگستری هم است، برای آدم کشی. بله. در کنار این 4 نفر کسای دیگه ای هم اسم برده شده که اون فرد آگاه هم گفت حسن روحانی هم جزو اینا بوده، البته در شورای انقلاب بود، نمیدونم محاکمه میکرد یا نه. ولی موسوی اردبیلی، فلاحیان، اسماعیل شوشتری، محسن اژه‌ای، علی مبشری، محمد سلیمی، در همدان اول این کل کشت نشریه منتشر کرد در همدان که در همدان زندانی سیاسی نمونده، از اونجا 2000ها افتاد. اکبر کبیری آرانی، بله، مجتبا حلوایی عسکر، بله، ملا جعفر، مجید ملا جعفری، بله، ناصریان، داوود لشکری، علیرضا آوانس، خیلی هن، محمد محمدی گیلانی، ابراهیم یونسی که مشاور جناب حسن روحانی است، فلاحیان و البته جنایتکارانی مثل لاجوردی و رحمانی که اسم کوچکش فعلا معلوم نیست. به هر حال اینها هم هستن. لطفاً به عزیزانی که میخوان به این جنایتکاران رو بشناسن به سایت ایران سکولار رجوع کنن. اعضای هیئت مرگ در سال 60 و 67 چه کسانی بودن؟ اینم عنوان تیترشه. در ضمن چون همیشه بایستی طرف مقابل رو هم رفتید، خود مجاهدین هم به سایتشون رجوع کنید، اونها هم کپیه همون لیست در واقع ایران سکولار رو خلاصه تر، البته نامشروح تر آوردن. منتها در ایران سکولار بگم که علاوه بر 88 نفر جنایتکار، 21 نفر هم در لیست بعدی بهشون اضافه کردن که میشه 110 نفر. طبیعیه این 4 نفر نمیتونستن اون همه کشته را داشته باشن، منتها اینا در رأس بودن، زندان های بزرگ رو تصفیه کردن در تهران به قول خودشون. در مورد نقد قرآن و اسلام و که کمی طول کشید، حقم همین بود، گرفتار آخوند سالاری یا ملارشی یا شیخ و کراسی و اسلام سیاسی، آن هم از نوع شیعه 12 امامیش و با بدعت ولایت فقیهیش هستیم که میخواهیم با گروهی اغلب با باری به هر جهت، نه همه، و بی هدف و نقشه از دستشان نجات یاب. در مورد خب این لولو خورخوره نباشه، اون 400 میلیارد رو نمیده به اون راحتی. در مورد ادیان کامل با پیغمبر و کتاب مقدس در 7 مورد و به قول خمینی در مورد اسلام عزیز در 8 مورد به قرار زیر به نقد پرداخته دم و خواهم پرداخت. چرا اسلام به درستی نبوت و وارد مقوله الهیاتش کرده؟ چون خدا و نبوت به با ایمان به خدا و معاد با ایمان به نبوت معتبر میشن. خدای هر کس مطابق پیغمبری که بهش ایمان داره هست. 1 خداشناسی بود، 2 نبوت، 3 فرجام شناسی و معاد، 4 جهانشناسی اسطوره‌ای خلقت و جهانبینی دینی، 5
که در اینجا هستیم کتاب مقدس و منطق دینی. بعد میرسیم به ششم اخلاق. این جلسه امیدوارم این تموم بشه یا هفت جلسه بعد. ششم اخلاق و ارزش‌های نیک و بد فردی و جمعی در قرآن، به خصوص فردی حلال و حرام و واجب و گناه، جمعی هم در سوره حجرات به خصوص اومده که مسلمان ها با هم چه رفتاری داشته باشن. بله، و چون سیاسی بوده 10 سال حکومت کرده، اون چیزا از اون ناشی میشه، مثل آیات ناسخ و منسوخ. بله، و تاجرم بوده. اینا نکته های قدرت اسلام هم، و اینکه آخر از همه شون اومده. آدم عاقلی هم بوده، گیر آدم های عاقل هم در دور برش افتاده بود، ابوبکر و عمر به خصوص، و بعد بنی امیه. هفتم مراسم و عبادات در برابر اصول دین، یعنی الهیات، توحید، نبوت و معاد و جهانشناسی هم توش. مراسم و عبادات ناظر به فروع دینن، اونا به اصول دین برمود میشن، که نمازهای پنجگانه است، که عبارت از نمازهای پنجگانه روزانه مسلمین، نماز میت، نماز آیات که خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی و زلزله و ترس عمومی و غیره، 2 رکعت در حج گویا وجود داره، بعضی ها میگن نیست، اغلب ولی الان میخونن. دوم این اولش نماز ها، دوم روزه، سوم زکات، چهارم خمس، پنجم حج، ششم جهاد، هفتم امر به معروف و نهی از منکر اگه یکیش بگیریم، و هشتم شیعه تولا و تبرع، یعنی تولا به دوستداران علی و آل علی و تبرع از اونا و مسلمان غیر. اگه تولا تبرع و نهی از منکر رو جدا کنید، 10 تا میشه مثل 10 فرمان موسی. البته در سفر تثنیه باب 5 اینا رو گفتم، برابر انگشتان دو دست 10 تاست. اما این 10 فرمان در سفر لاویان باب 19 به 13 فرمان و در سفر خروج باب 22 به 23 فرمان میرسد. دروغه، برای اینکه مردم حاخاما و کشیشا فریبنن 10 فرمان گفت، در تورات وجود نداره. وجود مثل هر کتاب قاطیه، کتاب مقدس، همه کتاب های مقدس اینجوره. هشتم هم آخر نظام اجتماعی مطلوب و ایدئال و ایجاد مدینه فاضله از مؤمنان با نابود شدن همه کافران از طریق ارشاد یا جهاد یا ظهور موعود. در اسلام مکه جامعه ایداله، مراسم مکه دیدنیه برای یه محقق، اونجا کسی نمیتونه فرمان بده به دیگری، و اونجا البته تا اسلام 8 هجری گرفت تا 9 هجری زنها لخت میگشتن در مکه، لخت و عریان. گفتن که شبا بیایید، میگفتن لباسامون کثیفه، جلو خدا نمیتونیم با لباس کثیف بیایم، دستشون درد نکنه به هر حال. بله، و در اینجا به اسلام حکومتی و یا حکومت اسلامی هم که سنت خلافت و بدعت ولایت فقیه خواهم پرداخت. حال در پایان بخش پنجم از 8 موضوع ادیان هستم. در نقد کتاب مقدس و منطق دینی رسیدم به بیان بیلان دین اسلام. توضیحی در مورد نقد باز میدم. نقد یعنی بیان توأم محاسن و معایب و جنبندی کلی آن، که هم با مداحی و مدافعه و تفسیر مؤمنان فرق دارد و هم با انتقاد و عیب‌جویی و سیاه‌نمایی دشمنان از اساس متفاوت است. به نظر من میرسد، عزیزان ممکنه طور دیگه فکر کنند، در طولانی مدت آن هم در عصر علم و خرد آزاد و اطلاعات، بیشترین ضربه را به افراطگری ایمانی و تقلید به اصطلاح دینی نقد علمی به دین وارد کرده و می کند، زیرا باعث بیداری و سنجش و مقایسه و طرح سوالات نوین می شود
و همانند دشمنان دین ادیان دیگر که دکونهای دیگر هستن و وطن پرستان، پرستان میگم نه میهن دوستان، و وطن پرستان همسان با خدا که با همون اسلحه تعصب با دین می جنگن، با سیاه نمایی. بار قوی کردن رگهای گردن و که طبعا به قول نیچه اگر با اسلحه دشمنت، با دشمنت به جنگی مثل اون شده ای، باید با اسلحه جنگی که اون نمیتونه به دست بگیره، اونم علم و عقله. نقده به این معنا، من این نقد رو لازم بود دوباره تذکر بدم. در موضوع، در سه موضوع به نقد ادیان از جمله اسلام و قرآن پرداخته می شود. گفته شد که نقد هر دینی از جمله اسلام در سه زمینه لازم است انجام بگیرد. فهرست بار میگم. اول، نقد اسلام و قرآن نسبت به زمانی که ظهور کرده بود. آیا پیشرفته بود؟ ارتجاعی بود؟ مورد به مورد و در کل؟ در کل پیشرفته بود چون دولت سراسری تشکیل داد. مورد به مورد مرتجعتر از در مورد زنها به خصوص دوران پیش از خودشه که اونو جاهلیت مینامه. در واقع خودش به جاهلیت فرو رفته. و آزادی عقیده وجود داشت، بعد از اسلام دیگه وجود نداره. دوم، نقد تمدن اسلامی مبتنی بر قرآن در عصر طلایی و شکوفایی آن گیر آدم‌های بسیار فرهیخته ای افتاد. و یه بخشی هم خواهم گفت. سوم، نقد اسلام و قرآن نسبت به تمدن امروزی و ارزش‌های امروزی آن، آزادی، برابری، سکولاریسم، حالا و بعد تفکیک قوا، حقوق بشر، اینا که پیشرفته است، ارتجاعی. همه ادیان بدون استثناء ارتجاعی هستند، زیرا مرد سالار هستند و بشریت را به مؤمن و غیر مؤمن تقسیم میکنند و زورشون برسه همه غیر مؤمنین را از میان بر میدارند. به سبب موضوع بسیار روی بخش اول باز تأملی میکنم و بخش دوم، به بخش دوم میپردازم. نقد اسلام و قرآن نسبت به زمانی که ظهور کرده بود، یعنی پیشرفته بود یا ارتجاعی، یعنی در این بخش ضمن ذکر محاسن آن و عیوب دین اسلام نسبت به عقاید و سنن زمان ظهورش در عربستان و نیز نسبت به دو دین پیش رویش، یعنی یهودیت و مسیحیت، و در ضمن نسبت به معنویت و زرتشتی از هفت جمعه با افزودن نبوت از هشت جمعه بایستی مورد مقایسه مورد به مورد قرار بگیره که کار یک کتابه. در دین زرتشتی موجود منتها متدولوژی ما رو راهنمایی میکنه. بدون ارتباط با تک خدایی قطعها به صورت یک دین اهورایی اهریمنی، یعنی دوالیست، دوگانه، در قرن سوم هجری در دربار مأمون توسط آذرفرهنگ فرخزادان مؤلف دین کرد، از مجموعه آداب و ادیان و رسومات دوران ساسانی تدوین شد. بنابراین ساسانیان زرتشتی نبودن ولی عقایدشون در دین زرتشتی وجود داره. در قرآن هم مجوس میگفت که بعد به خودشون چسبوندن، ولی تا حال سندی که نشون بده ساسانیان زرتشتی بودن وجود نداره. سندهای خلاف هست، به سخنرانی ها رجوع بفرمایید. در مورد مسیحیت، یهودیت و یهودیت در رابطه با اسلام لازم است توضیح کوتاهی بدهم. پیش از این اشاره شد که پیامبر اسلام محمد اول در مکه با شاخه ای از مسیحیت که به الوهیت عیسی هم مثل مسلمانان اعتقاد نداشت در تماس بود، که ورقه ابن نوفل، پسر عموی اندیشمند و عمو به اصطلاح خدیجه که مسیحی هم بود، شاخصترین آنهاست. آیات ملایم و اولیه مکی قرآن که همانند مسیحیت در شرایط ضعف و سازش آمده اند نشانه وجود این شرایط است. به این دلیله که آیات مکی چون ضعیفه، به قول نیچه
میگه که دو مسیحیت در واقع یهود وقتی آزاد بود دین یهود رو آورد که خود رو قوم برتر میدونه، قوم برگزیده خدا. وقتی زیر مهمیز فرمان روایان خارجی رفت، جدول ارزش ها رو وارونه کرد، سیلی رو از این ذرت زدن، اون یکی رو برگردن، چون جلو رومی نمیتونه سیلی مقابل بزنه، دستشو میبرید. بنابراین عدایت قبایت را رو بود، عبایت را رو بود، قبایت را تقدیم کنه الاخر. به قول نیچه، آنچه مسیحیان در آستانه تاریخ حاضر دارن همه اینگی نشه نشانه ضعف و به اصطلاح بگم سازش اونهاست. بله، اسلام هم در مکه همون بود، به این دلیل به اصطلاح اونجوریه. من چند تاشو میخونم، سه تاشو فقط بسه. سوره مکی الکافرون: لکم دینکم ولی دین، شما دین شما برای شما و دین من برای من. بله. دو، آیه های شیطانی در سوره نظم آیه 19 تا 20. اینو یه توضیح کوتاهی باز بدید. روزی پیامبر اسلام در نزدیک کعبه سوره نظم را برای جمعی از قریش میخواند. در این سوره آیه 19 و 20 اشاره به سه بت معروف به اعراب به قول نادرست اسلام و مسلمین جاهلیت، یعنی لات و عزا و منات هست که دختران الله بودن. الله هم اسم پدرش عبدالله، در واقع غیر قابل تصور، تصویر و نقاشی و مجسم سازی. طبق داستان قرانیک محمد دو آیه دیگر در ادامه این دو آیه خوانده است که بعدها به عنوان اینکه این آیه ها را شیطان بر زبان محمد جاری ساخته و محمد از ابراز آن پشیمان شده است، از متن قرآن حذف شده. متن دو آیه چنین است: تلک القرانیک الاعلا فسوف شفاعتهن لترجم. معنی آن، من همیشه دیگه اصل نمیخونم، معنی آن به فارسی چنین است: ایشان یعنی لات و عزا و منات که دختران الله عرب ها تصور میکردن، مجسمه هم داشتن، مرغان بلند پروازند که شفاعتشان امید میرود. نام ماجرا از همین واژه قرانیک که مرغان بلند پرواز در واقع که در متن عربی دیده می شود گرفته شده است. ادامه ماجرا چنین است که سرانجام محمد آیه سجده را خواند و مسلمانان و اهالی مکه قریش به سجده افتادند. این رفتارها و گفتارها نوعی سازش با نامسلمانان مکه تلقی شد، یعنی کفار. بله، ولی به هر حال مسلمین بعدن گفتن که حتی آیه 52 سوره حج هم به همین ماجرای قرانیک مربوط است. این آیه در خطاب پیغمبر اسلام میگوید: جز آن که چون برخاند شیطان به وی القاعاتی کرد. ببخشید، میگه پیغمبری را پیش از تو محمد نفرستادیم جز آن که چون برخاند، یعنی آیات را برخاند، شیطان به وی القاعاتی کرد و خدا آن القاعات را باطل کرد و مفسرها و فقها این را از بابت پشیمان شدن پیامبر اسلام و برخاندن آن دو جمله دانستند. سوم، در سوره مدنی بقره آیه 256 که در حاکمیت اسلام حکومتش اومده و احتمالا مخاطبان اهل کتاب به خصوص یهودیان بودن که پیغمبر امید داشت اونا را جذب و حل بکنه، مفسرین یعنی آرایشگران و مدافعان اسلام لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی را میخونن، اما در دین اکراهی نیست، زوری نیست، کل آن را با آیه قبل و بعد در نظر نمیگیرن.
نقد علمی آن است که پیام کلی را دریابیم، که از آیه 255 تا 257 که آن را آیت الکرسی هم مشهوره، الله و لا اله الا الله الاخر، بله بایستی توجه کرد. من همه را از المیزان میخونم. خداوند یکتا که معبودی به جز او نیست، خداییست زنده و پاینده، چرت نمیزند، استراحت هم نمی کنه دیگه، تا چه رسد بخواب. هرچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست، آن که به نزد او بدون اجازه اش شفاعت کند کیست؟ هیچ اکراهی در این دین نیست، همانا کمال از زلال، یعنی راه راست و از گمراهی متمایز شد. پس هر کس به طغیانگران یعنی طاغوت ها کافر شود، یعنی مؤمن شود به طغیانگران، یعنی اون که به طاغوت ایمان داره در واقع طغیانگره، به خدا ایمان آورد، بر دستاویز محکم چنگ زده است و دستاویزی که ناگسستنی است و خدا شنوا و داناست. آیه 256 بود، اون یکی هم 255. بعد میگه خدا سرپرست و کارساز کسانی است که ایمان آوردن، ایشان را از ظلمت ها به سوی نور هدایت میکنند، یعنی از بت پرستی و یهودیت و مسیحیت به اسلام. و کسانی که به خدا کافر شده اند، سرپرستشان طاغوت یعنی طغیانگر است که از نور به ظلمت سوقشان میدهد، یعنی خدا. آنان دوزخیانند و خود را به طور ابد در آن خواهند بود. بله. پیامبر در مدینه در زمان آزادی و قدرتش، گفتم اول اینجور آیاتو می آورد که یهودی ها را جذب کنه، ولی وقتی از آنها مایوس شد، بخصوص از حاخام هاشون، نخست به مبارزه اقتصادی با آنها پرداخت، ربا را تحریم کرد، شراب و قمار رو که هر یهودی ها به هر سه اشتغال داشتن و در واقع به اصطلاح بخش مهمی از این کار دست اونا بود، منافع زیادیه، منافع تجارتی یهود را در واقع نشانه گرفت. سپس با تغییر قبله از اورشلیم به مکه، مرجعیتشان را برای جلب نظر اعراب زیر سوال برد. پیغمبر از اون به بعد آگاهانه سیاستی را پیش میگیره که بتونه مکه رو بدون جنگ بگیره و میگیره، و در نهایت با جنگ و تبعید یهودیان از مدینه روی به سمت سنن و منافع حاکمان عرب در مکه و در مدینه گذاشت و برگردان، که در فتح مکه پروژه اتحاد عرب حول محور یک دین برای تأسیس دولت سراسری به انجام رسید. در ضمن علاوه بر مقایسه مورد به مورد، یک جنبندی کلی اسلام را هم نسبت به سنن عربستان و ادیان باید انجام داد، یعنی همچون یک دین اسلام در مقایسه با ادیان موجود در عربستان، یهودیت، مسیحیت، مانویت و زرتشتی پیشرفته بود یا ارتجایی، که به نظر من نسبت به همهشون پیشرفته بود، چون همه رو پیاده کرد، یه بخشش هم نازی، البته خرد عمر هم فوق العاده مؤثر بود در فتوحات. در یک کلام، قرآن جوابی بود به نیازهای جامعه دین پرور عربستان که در آن زمان در جهت اتحاد قبایل عرب با یک ملاحت دینی انجام گرفت، که 5 تا پیغمبر هم ظهور کرده بودند، یک کمی قبل و معاصر، که اونا رو هم اسم بردم در قبل در نبوت. و چون به سبب شانس و درایت رهبر، یعنی پیغمبر اسلام ابوبکر و به خصوص عمر و بنی امیه، اسلام موفق شد و از دولت شهرهای عربی به دولت سراسری و سپس به دومین امپراتوری عصر سنت بعد از امپراتوری مغول مبدل گردید، بزرگتر از اسکندر مقدونی و هخامنشی داریوش و امپراتوری روم، از این نظر در کلیتش اسلام نسبت به عرب و برای جامعه عربستان آن روز مثبت ارزیابی می شود.
به عنوان یک نقد. همچنین نتایج علمی تمدن اسلام نسبت به تمدن کنونی، سرمایه‌داری صنعتی در مقایسه با یهودیت، سهم یهودیت در این چیه، مسیحیت چیه که منفیه، و معنویت و زرتشتی که هیچه، باز اسلام ارزیابیش مثبت در میاد که در بخش دوم در همین سخنرانی به آن خواهم پرداخت. جز و کلمات خوب قرآن که فرد را مسئول اعمالش قرار میدهد و نظیر تورات و انجیل نسل‌های بعدی را مسئول گناه ازلی پدر و مادرشان، مادر و پدرشان در خوردن میوه ممنوعه که تفسیر انجیلی از باب سیوم سفر پیدایش است، و یا مسئول گناه پدرشان بردگی هام و پسرش کنعان، این فلسطینی ها را به اون خاطر پدرشون در میارن، و فرزندانش به سام و یافث و فرزندانش به سفر پیدایش باب نهم آیه 22 تا 28 که نوح نمیدم شراب خورد و لباسش رد شد، هام میخندید به این خاطر بچه خودش و بچه هاش برده شد. بله که اینا زیادن در تورات. و سه نمونه از آن را باز اشاره میکنم که ناشی از روح تجارتی پیغمبر اسلام و 10 سال حکومتش و خرد خودش. آیه 38 سوره مدثر: هر کسی در گرو عملی است که انجام داده است. مشهوره ولی دیگه نمیخوام. سوره زلزال آیه 7 و 8 هم: فمن یعمل مثقال، هر که یه مثقال کار کنه به خیرش به خودش و شرش هم به خودش میرسه. این هم دومی بود. سوم هم: گناه کسی بر دوش کسی دیگر نیست. در آیه 164 سوره انعام، آیه 18 سوره فاطر، آیه 15 سوره اسراء و آیه 7 سوره زمر و آیه 38 سوره نجم 5 بار اومده گناه کسی بر دوش کسی نیست. البته این رو تناقض داره. من این بخششو یه ذره اشاره میکنم، چون هیچ کتاب مقدسی نیست که حرف خوب داره ولی بعد. بله، منظور از این عبارت این است که هیچ گناه کاری گناه دیگری را بردوش نمیکشد. با این حال در برخی از آیات دیگر خلاف این گفته ها مطالبی بیان شده. در آیه 25 سوره نحل: تا سرانجام در روز قیامت بار گناهان خود را به نحو کامل و نیز پاره ای از بار گناهان کسانی را که آنها را به نادانی گمراه می کردن، منظور آخوندا شامل می شه البته، آن مقدار که از راه تسبیب اینان تحقق یافته بردارن. پیغمبرم نامه‌ای که به پادشاه ایران و مصر خسرو پرویز می نویسه میگه اگر اطاعت کنی اجرت دو برابره، وگرنه جرم بزرگان بگردنه. همچنین آیه 13 سوره عنکبوت: البته در روز قیامت بارهای گران گناهکاران خود را بر می دارن و نیز بارهای گرانی علاوه بر بارهای گران خود، بار کسانی که گمراهشان کردن و بدون به اصطلاح اینکه چیزی از اون کم بشه، یعنی خود اونایم که اون کارو کردن چیزی از اون بار رو که برمیداره اون بار اون همون مقدار باقی میمونه. بله، تفسیرش در این روایات بیان شده است. بنابراین مضاف بر اینکه آیه دسته اول با روایات سنت حسنه و سنت سیئه نیز سازگار نیستند که کسی که سنت حسنه یا سنت سیئه را رواج دهد در ثواب و عقاب آن با دیگران که آن را انجام می‌دهند شریک است. چگونه می‌توان آیات دسته اول را با آیات و روایات دیگر جمع کرد؟ خب آخوند می‌کنه، کاری نداره، همه کار می‌کنه، هر چی بخواید می‌کنه. مگه قند رو تحریم نکردن بعدن
فرو کرد تو چای، گفت غسل کرد، تطهیر شد قند بلژیک رو. بله. عاقل آسوده بود تا به جهان، خر باقی است. به قول تو مپندار که نه شاه و نه کشور باقی است. نه دیگر جان و رمق در تن تو مپندار که نه شاه و نه ملت باقی است. نه دیگر جان و رمق در تن کشور باقی است. عاقل آسوده بود تا به جهان، خر باقی است. ایرج میبخشید. دوم، بس اون اول این بود که اسلام رو نقد کردیم، تا اونجا دیگه داستان تموم شد. نسبت به محیط عربستان که مترقی بود یا مرتجع بود، در کلیتش مترقی، مورد به مورد موارد ارتجاعی داشت. نسبت به یهود و مسیحیت هم باز مورد به مورد بایستیم بررسی کرد، بعضی ها اونا بهترن، بعضی ها این بهتره، ولی در کلیت مترقی تر از تمام ادیانیست که پیش از اونا اومده، چون سیاست داشت و چیز تاجر بود و اون دوتا باعث شد. بله. و آدم های عاقل هم پشت سرش بود. و بعد ادامه یافت تا معتصم. دوم، نقد تمدن اسلامی مبتنی بر قرآن در عصر طلایی و شکوفایی آن. آغاز آن را باید از عمر دوم گرفت، اما روند نسبتا مداوم آن از ولید ابن عبدالملک 86 تا 96 هجری آغاز شد و تا پایان خلافت معتصم، یعنی میشه 715 تا 705 تا 715 میلادی، که میشه 833 تا 842 هجری ادامه یافت، که بعد پایان معتزله است در واقع، کار تموم میشه و آخوند حاکم میشه در مغز شاه و شاه میشه بازوی نظامی آخوند. آنچه که به درستی تمدن اسلامی نامیده میشود، نه محصول عربستان است و نه فراورده تنها دین اسلام محمدی، بلکه به سبب ایجاد یک امپراتوری بزرگ است که در آن با تأیید خلفای عاقل و مقتدر، عناصر اغلب مثبت تمدنهای قبلی از سازماندهی مالیاتی بیزانس و ساسانی گرفته تا تمدن‌های چین و هند و میراث تمدن یونانی در روم شرقی، در محوریت البته اسلام و مرکزیت قرآن در هم آمیخته شدند و طبعا در یک تمدن دینی بعضی از عناصر ناسازگار حذف کردید، از جمله مجسمه سازی یونانی رو ترجمه نکردند چون بت بود، حذف شد، مترادف بت پرستی تلقی میشد. و بحث از نوع حکومت ها و نقد آنها، کتاب سیاست ارسطو مثلا ترجمه نشد، نوشته یک بسیار کم رنگ ابو نصر فارابی یا عارف مسلک در شام هم استثنایی بر قاعده است. در بغداد و اندلس مراکز خلافت اموی و عباسی این کتاب ها ترجمه نشد. نقش شخصیت های بزرگی نیز در آن تاریخ که به درستی عصر طلایی اسلام نامیده شده اهمیت زیادی داشت. وجود خلفای هوشمند و فرهنگ دوست و دانش پروری چون ولید ابن عبدالملک، موزه ساخت اون موقع، و از منصور عباسی، یعنی 136 تا 158 هجری، و به خصوص مأمون 198 تا 218 هجری و معتصم 218 تا 227 هجری را باید ذکر کرد. همچنان که نقش شخصیت‌های مؤمن یا سیاستباز و تبهکار از خلفا و وزرا نیز در همراهی با آخوندها و نشر خرافات و نهی اندیشه فلسفی و علمی نیز در آغاز افول و انحطاط تمدن اسلامی، خوشنامی و یا بدنامی آنها را در تاریخ تمدن ثبت کرده است. یک توضیح لازم. بعد از عصر استعمار مستقیم در قرن 19 و تا نیمه اول قرن 20، امروز ما دیگر هیچ تمدن دینی نداریم که بنا به نظام دینی تولید و باز تولید داشته باشد.
تمدن به تولید برمیگرده نه فرهنگ. تنها تمدن سرمایه‌داری صنعتی وجود دارد. از مساجد، کلیساها و کنیساها و همه تا عمامه ها و عبا و نعلین آخوندها برسد به مهر و تسبیح آخوند و لباس زنانه و مردانه مؤمنان را صنایع انفرماتیزه شده می سازند. نه تمدن اسلامی. نه تمدن اسلامی وجود داره، نه مسیحی، نه یهودی، نه زرتشتی، نه بودایی، نه کنفوسیوسی. تنها بقایای فرهنگ تمدن‌های دینی به حیات خود ادامه می‌دهند که می‌توانند با هم گفتگوی فرهنگی داشته باشند. متأسفانه در انگلیسی فرهنگ و کالچر رو به معنای تمدن یعنی سیویلیزیشن لاتین و فرانسه می‌گیرن. اون نادرسته، قاطی می‌کنه. فرهنگ تمدن مدرن بر حقوق بشر، آزادی و برابری، اصل تفکیک قوا و سکولاریسم بنا شده که همه ادیان دشمنان خونی آنها هستند. من جفنگ تر ببخشید این واژه رو به کار میبرم و بی‌معنی تر از گفتگوی تمدن ها که از زمان شاه رایج شد، بعدم روژه گارودی، الانم دهن خاتمی و اینا افتاده. و حتی فرهنگ ها در معنی گفتگوی ادیان و از جمله اسلام با تمدن سرمایه‌داری صنعتی جمله نشنیدم. مقالم روی این نوشتم در روزگار نو. تمدن اسلام که شامل کلیه تولیدات مادی و معنوی است، پس از آنکه ولید ابن عبدالملک در مرز چپ امپراتوریش به خالد ابن ولید مزدور نظامی آزاد شده مراکشی، اونم از مراکش انتخاب کرده بود، تا فرانسه جهان اسلام را گسترش داد و مرز راست آن را نیز تا ترکستان چین رساند و در دمشق موزه ساخت، به فکر حفظ میراث فرهنگی و آثار اسلام افتاد. در چنین شرایطی محمد ابن اسحاق اولین سیره و تاریخ زمان پیامبر را نوشت. آنگاه مسلمین در زمان خلافت یزید ابن عبدالملک ساختن کاغذ را از چین با مرکب چینی فرا گرفتند. در کنار اعتماد به نفس و جذب عناصر لازم از دیگران با تمام تمدن‌های زیر سلطه و همجوار، یعنی عدم اعتقاد به خودکفایی اسلامی برخلاف نظر آخوندهای مرتجع از آغاز تا امروز که کتاب الله کفانا، کتاب خدا و لا رتبون و لا رتبوری آبس، تر و خشکی نیست جز در کتاب مبین که بعضی مفسرین اندیشمند به عالم ولی معمولا به قرآن حمل میکنن، کاغذ و مرکب، این دو وسیله زمینه مادی گسترش تحصیل در مدارس اسلامی رو فراهم کرد که کاستم از بین برده بودن. کاغذ چینی تا خیام و ابن سینا بتونن ظهور کنن. کاغذ چینی همراه با گسترش خط کوفی و کشف خط نصف به نظر من مواد اولیه شکوفایی تمدن اسلامی و عصر طلایی آن را تا قرن ششم هجری رقم زد. بدون کاغذ چینی تاریخ شاهد ظهور بزرگانی که تأثیر اساسی در پیشرفت تمدن بشری داشتند نبود و نمیتوانست باشد. از جمله بزرگان در حد بتانی مثلثات رو کشف کرده، محمد ابن موسی خوارزمی جبر رو، ابن هیثم چشم رو تشریح کرده و قانون اپتیک عدسی رو پیدا کرده، جابر ابن حیان شیمی و رازی شیمی و الکل، اون اسید سولفریک و این الکل رو و اسید نیتریک و تیزاب سلطانی رو، جابر و رازی اسید سولفریک و الکل رو، ابو ریحان زمین سنجی، ابن سینا و خیام که در طب و نجوم خیام معادلات درجه دوم رو حل کرد، موسی خوارزمی اول رو، زهراوی، ابوالقاسم زهراوی پزشکیست در اندلس و موسی بن میمون هم الی آخر در علم ظاهر نمیشد. در فلسفه هم الکندی، فارابی، بوعلی، ابن رشد، ابوالعلا خیام و مورخین و جغرافی نویسان و شاعران بزرگ و عرفا و متکلمین و فقها و یه مرتجع که مجموعا خوب و بد تمدن اسلامی را با محوریت زبان عربی و دیگر زبانهای جمعی ساختند به وجود نمی اومد. بعد از کاغذ و مرکب چینی کتاب سند هند
از سانسکریت به عربی در زمان منصور خلیفه دوم عباسی ترجمه شد. مسلمین اعداد حسابی از 0 تا 9 را با جمع و تفریق و ضرب و تقسیم از تمدن هند فرا گرفتند و صفرهای هندی به صفر عربی و شیفر لاتین تبدیل شد. هندسه اقلیدوسی نیز به نام مجستی از یونانی به عربی در زمان مأمون ترجمه شد. نابغه‌ای از بزرگان دارالحکمه بغداد به نام محمد ابن موسی خوارزمی پلی ساخت که بتوان از حساب به هندسه و از هندسه به حساب رفت که نامش علم جبر است و نام کتابش را الجبر و مقابله گذاشت. او معادلات درجه اول و طرح و حل کرد و خیام با همان نام کتابش حل معادلات دوم را به دست داد و بعضی معادلات درجه سوم را سعی کرد از طریق مقاطع مخروطی حل کند و فرمول بینیموم نیوتن، بست دو جمله‌ای نیوتن یعنی x به علاوه y به قوه n و جدول حاصل از آن را که مثلث پاسکال معروف است، معادله را نیوتن داد، مثلث پاسکال ساخت. خیام هر دو را کشف کرده بود. زنده یاد دکتر محسن هشرودی طرح بست دو جمله‌ای و مثلث ناشی از آن را به وسیله یک دانشمند روسی در یک کنگره جهانی ریاضیات مطرح شده بود بازگو کرد و نوشت و زنده یاد دکتر محمد حسن مهدوی اردبیلی رئیس دانشکده کشاورزی کرج در کتاب آمارش مفصل آن را آورد. یادشون بخیر. بله، شخصیتی بود اردبیلی، هم انسان و میهن دوست. بله، به هر حال من دیگه این بقیه بیرونی علاوه بر اینکه زمین سنجی رو معادله در با یاری سلطان محمود در فتوحات سلطان محمود تونست سینوس کوسینوس رو یاد بگیره و در هند بالای یک کوه بسیار بلند کنار اقیانوس هند تونست به اصطلاح از تشابه مثلث‌ها شعاع زمین رو محاسبه کنه بدون اینکه به داخل زمین بره و یک نبوغ فوق‌العاده است. به اصطلاح ار مساوی هاش یعنی ارتفاع کوه، ار یعنی شعاع زمین، کوسینوس و آلفا یک منهای کوسینوس و آلفا که اون زاویه که افق چشم از انحنای زمین رد میشه اون زاویه رو اندازه میگرفت با استرلاب و فقط نبوغ ابوریحانه که انحنای محور زمین نسبت به خورشید هم 23 درجه و نیم حساب کرد که 4 ثانیه درست 4 درسته نه 23 و 4 درسته نه نیم. به هر حال بگذاریم و میدونیم که سیکل مینکوفسکی محور زمین بین 21 و نیم تا 24 و نیم در تغییره. و بعد من اینجا میرسم به عصر افول اسلام که اون رو در جلسه بعد بازگو میکنم و همینجا سخن رو به پایان خواهم برد. من امیدوارم که همیشه آقای بهبهانی عزیزم سلامت و به اصطلاح تلویزیون میهن رو نگه دارند. امید که به میهن برگردیم. بله، و آرزو میکنم که جنگی دیگر در خاورمیانه مثل جنگ ایران و عراق به اصطلاح به راه نیفته که باعث ویرانی دو طرف و شادی دیگران خواهد بود. ممنونم.